شما وقتی خبر رویاروی دو ابر قهرمان محبوب شرکت دیسی رو در یک فیلم شنیدین تا چند روز بهت زده بودید. فیلمی با عنوان بتمن وی اس سوپرمن داون آف جاستس پروژه 400 میلیون دلاری بود به کارگردانی زکی شنایدر که شماره بسیاری از طرفداران این دو ابر قهرمان رو به سالن‌های سینما کشوند. بن افلک در نقش بتمن و هنری کیویل در نقش سوپرمن بازی‌های بسیار به یاد ماندنی و قابل قبولی را از خودشون ارائه دادن، تا اونجا که سختگیرترین منتقدین هم که قبل از اکران فیلم اعتراضات بسیار شدیدی رو برای انتخاب بن افلک برای نقش بتمن ترتیب داده بودن کمی آروم‌تر از گذشته بشن. سگانه کریستوفر نولان انتظارات طرفداران بتمن را تا حدی بالا برده بود که پذیرفتن بن افلک به جای کریستیان بیل و رویاروی اون با سوپرمن از اونا بازندگانی را ساخته بود که قبل از شروع نبرد همه چیز را باخته بودند. اما خط داستانی متفاوت و اضافه شدن زن شگفت‌انگیز به قصه‌ای که روایت چندگانه‌ای را از سوپرمن به تصویر می‌کشه شرایط را به کلی تغییر می‌ده. برنده و بازنده این نبرد تا آخرین لحظات فیلم مشخص نیست و به عبارت دیگه نبرد بین بتمن و سوپرمن به نبرد بین انسان و خدا تبدیل میشه و عدالتی که مفهوم چندانی در بین اونها پیدا نمیکنه. دیدن جلوه‌های بصری بی‌نظیر و داستان آخرالزمانی این فیلم برای خیلی از نقاط قوت اون محسوب میشه، اما تاریکی بیش از حد داستان حتی در زمان پیروزی خیر بر شر سوال بزرگی برای خیلی از مخاطبان بود که هنوز هم جوابی برای اون پیدا نکردن. این شما و این هم قسمت‌هایی از بتمن وی اس سوپرمن داون آف جاستس.